اگر ما یک مسیر داشته باشیم و یک مقصد، یعنی از نقطه آ میخوام بریم به نقطه ب، مثلا از تهران میخوام بریم شیراز، میخوام بریم بندر بوشهر، میخوام بریم زاهدان یا هر جای دیگری، بهترین مسیر رو انتخاب کردیم، بهترین وسیله رو انتخاب کردیم، همین کار رو کردیم. یک سوال میکنیم، خب مسیر مهمه یا مقصد؟ خب خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون. یه سوال دیگه میکنم، یه سوال دیگه میکنم. فرض کنید که ما از اینجا میخواییم بریم مثلا سمت جنوب، بریم سمت مثلا زاهدان، سوار اتوبوس شدیم، اتوبوس همین که حرکت بکنه، حرکت میکنه، یه نفر بلند بشه بگه که خانم آقا من یه جادوگرم، من میتونم یه کاری بکنم که الان بی خود 24 ساعت تو را این ماشین طلاق و طلوق طلاق دروغ، یا این قطار یا این ماشین یا نمیدونم چی، این راوته نکنه، همین الان ببینید فردا شده و ما رسیدیم ترمینال. خب چند نفر حاضرن خب که من این بشکن رو بزنم؟ اونه که موافقن دستشون رو بلند کنن. فرض کنید که فرض کنید شما یک گواهی نامه میخواید بگیرید، همین جادوگره میاد میگه که میخوای بی خود 6 ماه بری بیای، آی تعلیم، آی بران، آی دل هوره، آی استراب، نمیدونم برو آیین نامه، برو اینا، من همین الان بشکن بزنم، شما ببینید که این 5-6 ماه گذشت و فلان، گفتم بفرمایید گواهی نامه. چند نفر حاضرن قبول بکنن؟ خب نه بلد باشیم، بلد این منطقه ترس امتحان و ایناست دیگه، رفت آمد داره دیگه. خب حالا نظیر این مثال هایی که زدیم یکی دوتا اینا نیست، مثلا یه قرار یه هفته دیگه ماشینمونو تحویل بگیریم، حوالش دستمونه، ماشین بیاد بگه با من اینجوری میگم الان میشه که هفته دیگه ماشین رو تحویل بگیر. خب این زیاده. خب حالا بیایم ببینیم که ماجرا از چه قراریه، یعنی چند تا مثال ساده ببینیم که تو چی خوابیده. زندگی، تعریف زندگی، خب یا اصولا زندگی، زمان مسیر به اضافه زمان مقصده، یعنی ما یک سرمایه در اختیار داریم، زندگی ما زمانی که در مسیر هستیم به اضافه زمانی که در مقصد هستیم. زمان مسیر مشخصه، میگیم از اینجا تا زاهدان 24 ساعت تو راهیم، مشخصه. اما زمان مقصد چقدره؟ زمان مقصد، خب الان سوار اتوبوس شدیم، همین که میریم اونجا به ترمینال میرسه، ترمز دستی رو کشید بالا، دستش در سمت ترمز دستی، یه دندونه دو تا دندونه کشید بالا، مقصد تمومه، کشید میگه خانم آقایون خوش آمدین زاهدان. بعد شما میاد پایین دوباره میگه تاکسی کجا؟ مسیر و مقصد بعدی. همین که اونجا زد رو ترمز میگه که اینجا محله مثلا فلان. خب و همین جوری مسیر مقصد، مسیر مقصد، مقصدها صفر ثانیه، یعنی حدود صفر ثانیه است، یعنی در یه لحظه. همین که میگه این گواهی نامه، شما 6 ماه دویدید شده مسیر، گواهی نامه رو گرفتید، خب مثلا در معذر
میگه که ثبت با سند برابر است. می‌نویسید ثبت با سند برابر است. دستتون رو این ورداشتین، این مقصد تموم شده، شما مالک. حالا چند سال دویدین؟ حالا یه چند سالی دویدین، ولی اونو دستتون از اون ورداشتین، این مسیر، این مقصد تمومه. خب و تمامه. نمیدونم چهار سال دویدین، یه مدرکی میگه که تا گرفتین. خب ماجرا چی شده؟ ماجرا تموم شده. خب زمان مقصد چقدر بالاخره؟ یعنی حدود متقاعد شدید یا متقاعد نیستین هنوز روی مسئله مقصد؟ حالا صحبت میکنیم دیگه، یکی یکی بریم جلو ببینیم که قبول کردیم زمان مقصد آنه. خب مثلا یه میگیم بله تمومه. حالا چقدر دویدیم؟ دویدیم، ولی اونجا که میگه بله تموم شد دیگه. خب اجازه بدین، ما نمیگیم که کدوم بله، ما داریم میگیم که هستن. وقتی میگیم کدام به کدام مهمتره، یعنی جفتشون هستن، میخوایم اهمیت بذاریم. ما که نمیگیم که مقصد نباشه، اصلا بحث ما این نیست. خب بحث ما یک مسئله دیگه ایه. خب بنابراین زندگی اینجا چون زمان مقصد تقریبا میل به سمت صفر داره، زندگی مساوی است با زمان مسیر. خب زندگی همون زمانی است که در مسیر هستیم. مقاصد بهانه است برای پیمودن مسیر، برای زندگی کردن. مقصدها بهانه است، ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است. خب درسته یا نه؟ زندگی یعنی مسیر. خب ما چی میکنیم؟ ما عکس این عمل میکنیم. برای ما زندگی یعنی مقصد، لذا چی میشه؟ مسیر رو نمیخوایم، از اینجا میخوایم بریم خونه. میگیم آه میشد ما نیم ساعت بگذره تو خونه بودیم، درسته؟ اه میشد که نمیدونم این 24 ساعت میگذشت ما. حالا کاربار اون جادوگره اینجا چی میشه؟ کاربار جادوگره اونجا بده، میام میگه که میخوای اینجوری؟ میگیم بله. میخوای نمیدونم اینجوری کنیم الان برین در خونه ای؟ بی خود چه نیم ساعت میخوای تو راه طی کنی؟ میگیم خب آره بله. بعد میخوای اینجوری کنیم نمیدونم چی بشه، این بچت هم ببینین که داره راه میره، بله. میخوای اینجوری کنیم ببینین دیپلمش هم گرفته، میخوای اینجوری کنیم ببینین که رفت خونه بخت، میخوای اینجوری کنیم نوت هم ببینی. بعد یه دفعه میگه اینجا یه چاله کندن، من مدعا تو به زراست این چاله تو به زراست. خب و ما همه رو دادیم، یه سری مقصد تو دستمونه، یعنی یه سری مدارک و یه سری جداب و یه سری اینجور ماجراها تو دستمون هست و این مسیر به باد رفته. یعنی ما زندگیمون فدای مقاصدمونه، مقاصد ما زندگی ما رو میگیره. همین که چی میشد؟ چی میشد نمیدونم بچه‌م بزرگ میشد، چی میشد بچه‌م به دنیا میومد، چی میشد قسط بانکم تموم بشه. خب قسط بانک تموم بشه که دیگه دعا نکن که قسط بانک تموم بشه. بله قسط بانک تموم بشه، شما اینو شنیدین دیگه، شما اینو میدونید، میگن که میشد ما این قسط بانکمون تموم میشد. حالا قسط بانکش 15 سال نیست. یعنی خب حالا از اینجا حرکت کردیم، همش میگیم اه تازه رسیدیم به نمیدونم
قم، تازه رسیدیم میدونم کجا، مسیر رو نمیخوایم. این چه کاری انجام میده؟ بدن ما رو مسموم میکنه، بدن ما رو مسموم میکنه. این مسیر که تموم میشه ما مریض خواهیم بود. خب ما مریض هستیم، بدنمون مسموم شده، رسیدیم اونجا و در واقع با یه بدن درب و داغون و کوفته و به اصطلاح مسموم. خب در واقع ویروس هایی داریم. کی میشه؟ یکی از این ویروس ها اینه. کی میشه؟ چی میشد؟ خب چی میشد؟ کی میشد؟ اینها ویروس های مسیرن، ویروس هایی هستن که مسیر رو از ما میگیرن و فقط به جاش به ما مسمومیت هم میدن و همش میگیم چی میشد؟ کی میشه؟ و اینها یعنی مسیر رو ما نمیخوایم. خب این بحث رو در جلسه بعدمون ادامه میدیم تا ببینیم خب برنامه ریزی که ما رو اون فیلتر تا اینجا شالا نگه داریم، اینجا ما چی مینویسیم؟ مینویسیم که مسیر رو میخوایم یا نمیخوایم، مقصد رو میخوایم یا نمیخوایم، چی میشد؟ کی میشه؟ مثلا توی یه اتوبوس 40 نفر 50 نفر هستن، یکی مچاله شده، خب همش داره استرس، یکی راحت نشسته اونجا واسه خودش، خب تو عالم توی عالمی که همراه این قضیه است.